بخش پروژه‌های مهندسی آستان مقدس امام حضرت عباس علیه السلام فاز سوم اقدامات اجرای فونداسیون پروژه صحن حضرت ام البنین علیه السلام را آغاز کرد. شایان ذکر است شرکت عراقی ارض القدس بر اجرای پروژه نظارت دارد. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، به نقل از شبکه جهانی الکفیل، حمید مجید عباس رئیس شرکت ارض القدس گفت صحن حضرت ام البنین علیها السلام از پروژه های راهبردی آستان قدس عباسی و پروژه های توسعه صحن حرم مطهر حضرت عباس علیه السلام به شمار می رود. مساحت این پروژه 10,000 متر مربع است که سرداب فضای کاملی را اشغال کرده و طبقه اول و دوم شامل ایوانهایی به مساحت 4,000 متر مربع و فضای میانی 6,000 متر مربع است. گفتنی است پرسنل این شرکت فاز سوم عملیات اجرای فونداسیون به مساحت 1400 متر مربع بتون را آغاز کردند و این شرکت ترجیح می‌دهد اجرای فونداسیون در فضاهای بزرگ به دلیل گرمای هوا در روز هنگام شب انجام شود. به گفته رئیس این شرکت، با توجه به اهتمام آستان مقدس عباسی برای خدمات رسانی به زائران، صحن حضرت ام البنین علیها السلام علاوه بر تجهیز به پله برقی و آسانسورهای شرکت هیوندای به تجهیزات مدرن خارجی مانند دستگاه‌های سرمایشی، هشدار و دستگاه‌های مکش هوا مجهز می‌شود. جزئیات احداث بزرگترین پروژه گردشگری و خدمات رسانی در مساحتی بالغ بر 1,000,000 متر مربع در شهر مقدس کاظمین واقع در شمال بغداد، پایتخت عراق اعلام شد. هدف از اجرای این پروژه تبدیل اراضی منطقه موسوم به شعبه پنجم به بزرگترین مجموعه گردشگری و خدمات رسانی در تاریخ شهر مقدس کاظمین است. بر اساس این پروژه، این منطقه به یک مقصد گردشگری جهانی و یک تحفه معماری شامل طراحی‌های معماری عراقی و جهانی برای همه زائران و ساکنان پایتخت تبدیل خواهد شد که با یک خط تراموا به آستان مقدس کاظمین متصل می شود و شامل 5 منطقه اصلی است. گفتنی است شورای وزیران عراق دستور تخلیه منطقه نظامی موسوم به منطقه پنجم در شهر کاظمین و تبدیل آن به یک مجموعه تفریحی، آموزشی، فرهنگی، هتل، بیمارستان، مراکز درمانی و بهداشتی، ورزشگاه، مراکز دفاع شهری و شهرهایی برای زائران را صادر کرد. لازم به ذکر است این مجموعه همچنین شامل موزه‌ای است که جنایات رژیم سابق عراق را با استفاده از نگاه معماری به تصویر می‌کشد. خبری از آلودگی هوا در ایران، بالا بودن میزان آلاینده ها در هوای برخی شهرهای خوزستان در نخستین روز هفته جاری نفس مردم را گرفت. آخرین داده های سامانه پایش کیفی هوای کشور نشان می دهد هوای 5 شهر خوزستان روز شنبه در وضعیت خطرناک تنفسی قرار گرفت. وضعیت هوای شهر شوشتر با شاخص 154 و ماهشهر 183 ناسالم گزارش شده است و هوای بهبهان 131 و هندیجان 140 در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس قرار گرفت. در این مدت هوای شهرهای ایزه، دزفول، رامشیر، رام هرمز، شوش و شرکت نفت مسجد سلیمان به علت نبود آلودگی قابل قبول اعلام شده است. مسلمانان در واشنگتن اکنون می توانند گوشت را بدون نگرانی در مورد حلال بودن خریداری کرده و اگر در این مورد فریبی وجود داشته باشد می توانند از فروشندگان قانوناً شکایت کنند. کلر ویلسون سناتور ایالتی منطقه سی بر تصویب قانون جدید حمایت از مصرف کنندگان غذای حلال تاکید کرد. بر اساس این لایحه تهیه یا فروش آگاهانه غذاهایی که به دروغ حلال توصیف شده اند
غیرقانونی می باشد. در همین راستا محمد نذیر رابط مرکز اسلامی فدرال گفت که فرایند حلال کردن گوشت در هنگام کشتن یک حیوان ساده اما بسیار مهم است. برای مسلمانان اگر گوشت حلال تهیه نشود، خوردن آن جایز نیست. لازم به ذکر است پیش از این عواقبی برای افرادی که گوشت حلال تقلبی می فروختند و از قیمتهای بالاتر استفاده می کردند وجود نداشت، اما اکنون با تصویب این قانون عواقبی جدی برای کسانی که گوشت تقلبی حلال می فروشند در نظر گرفته شده است. و خبری در رابطه با مسلمانان اویغور. آمریکا واردات نساجی از 26 شرکت چینی را به اتهام مشکوک بودن به کار اجباری اویغورها متوقف و محدود کرد. ایالات متحده این حرکت را به عنوان بخشی از تلاش خود برای حذف کالاهای ساخته شده با کار اجباری اقلیت‌های اویغور از زنجیره محصولات ایالات متحده معرفی کرد. لازم به ذکر است مقامات آمریکایی بر این باورند که مقامات چینی اردوگاه‌های کار برای اویغورها و سایر گروه‌های اقلیت مسلمان در منطقه غربی سینکیانگ چین ایجاد کردند. پکن اما هر گونه سوء استفاده از اویغورها را به شدت رد می‌کند. از سوی دیگر وزارت امنیت داخلی ایالات متحده در بیانیه اعلام کرد بسیاری از شرکت‌های تولید پنبه خارج از سینکیانگ هستند، اما پنبه خود را از این مراکز کار اجباری تأمین می‌کنند. بخش مهندسی و بازسازی وابسته به آستان مقدس حسینی از ادامه روند بازسازی صحن مقدس عقیله بنی هاشم حضرت زینب سلام الله علیها طبق برنامه‌های صورت گرفته خبر داد. در همین راستا مهندس حسین رضا مهدی گفت سه بخش جدید از این پروژه عظیم در آینده نزدیک افتتاح خواهد شد. وی در ادامه افزود در این اقدام جدید 3000 متر مربع از صحن حضرت زینب سلام الله علیها آماده شده و نیز 12000 متر مربع فضای مهمانپذیر نیز به این پروژه اضافه خواهد شد. گفتنی است در این مهمانپذیر روزانه 20000 پرس غذا به میهمانان و زائران حسینی ارائه داده خواهد شد. وی در ادامه افزود همه زیرساخت‌های این پروژه به پایان رسیده و در بخش برق و روکاری‌ها در حال انجام و به طور شبانه روزی ادامه دارد تا هرچه سریع‌تر به پایان برسد. سید ناظم الغرابی رئیس بخش بازسازی آستان مقدس عباسی از پایان ساخت 75% از ساخت ضریح سرداب امام حسین و امام جواد علیهما السلام در صحن حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام خبر داد. وی در ادامه افزود اقدامات ساخت این ضریح همچنان با سرعت ادامه دارد و پیش بینی می شود در آینده نزدیک به بهره برداری برسد. گفتنی است تاکنون 16 ضریح مربوط به بخش های مختلف این آستان مقدس ساخته شده و به بهره برداری رسیده است. لازم به ذکر است ضریحی که در حال ساخته است 9 متر طول و 2 متر و 90 سانتی متر ارتفاع دارد و در بخش افزوده شدن آیات قرآنی بر روی این ضریح قرار دارد. سید ناظم الغرابی در ادامه افزود همه مواد به کار رفته در این ضریح از مواد درجه 1 می باشد و ضخامت آن 5 میلیمتر است و از برگه های طلایی در ساخت آن استفاده شده است. وی در پایان گفت بخشی از سوره توبه و سوره واقعه بر روی این ضریح نوشته شده است. و ما خبر پایانی امشب، طاق کسرا یا ایوان مدائن آخرین اثر بازمانده از تمدن ساسانی در عراق در جنوب شرقی بغداد پایتخت قرار دارد. احمد العلیاوی سخنگوی وزارت فرهنگ، گردشگری و باستانی عراق میگوید که حفاظت و مراقبت از آثار و اماکن باستانی همچون ایوان کسرا در مدائن معمولاً به یک طرح و قوانین بسیار دقیق در چارچوب مطالعه و پژوهش‌های جامعی نیاز دارد تا عناصر مورد نیاز برای مرمت و بازسازی کامل شود. به افزود با دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا قراردادی امضا شد تا یک پژوهش کامل و مخصوص سازوکار نگهداری به شیوه علمی
به گونه ای آماده شود که خطری برای اثر باستانی و ارزش معماری و تاریخی آن به همراه نداشته باشد. سخنگوی وزارت فرهنگ، گردشگری و باستانی عراق هم همچنین تاکید کرد ادارات مربوطه در این وزارت به پیگیری تمام جزئیات مربوط به اثر باستانی و تکمیل اظهارنامه هایی برای ارائه به هیئت دولت به منظور اختصاص بودجه لازم برای مرمت ادامه می دهد و پس از آن مبالغ مالی لازم برای مرمت و نصب تجهیزات برای استحکام بخشی سقف ایوان و جلوگیری از ریزش آن اختصاص خواهد یافت.